Welcome to M-Show 23, قسمت 23 دولنا. همه جان، این قسمت 23 M-Show دولنا چیه؟ اون اینه بابا بزرگ 90 خط باز بردی؟ باز برد. عجب عوضی، هر کاری کنی میبره دیگه، نوش جونش دیگه، باید بخوره دیگه. این بازی خودمونی قمار نیست، این که امیر پول مردم رو بخوری قماره. همین چی شد؟ Welcome to M-Show. میریم به سراغ سرخط خبرها. 600 روز از حصر خانگی، حبس دائمی، محبوس شدن ستارخان و باقر، ببخشید، میر حسین و کروبی، 600 روز گذشت. 600مین روز حصر خانگی این دو بزرگوار. من به شجاعت ابتدا شیخ کروبی و بعدش هم وای میرحسین موسوی تبریک میگم که تا الان وایسادن. امیدوارم که وسطاش یهو این وسط اتفاقی نیفته، ولی تا الان که واقعا نامبر وان های ایرانین. شک نکنید که مبارزتون به حق. متشکریم از اینکه پشت مردم وایسادید. من به شخصه از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همینطور قوی بایستید. رضا پهلوی عملکرد 33 ساله جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت تورم، قیمت بالای دلار و نداشتن امنیت اقتصادی نشانه سوء مدیریت این حکومت بوده است. ابوالحسن بنی صدر، حرفای راست محمود احمدی نژاد است که گروه های درون نظام را عصبانی کرده است، نه حرفای دروغش. یعنی داره میگه که الان میبینی خیلی با احمد نژاد مخالفن به خاطر حرفای دروغش نیست، چون از اون حرفای دروغ لذت میبرن و سوء استفاده و استفاده میکنن. آقای ابوالحسن بنی صدر داره میگه که یه حرفایی بعضی موقع این ماموتی میندازه بیرون که خیلی خطرناکه. راست میگه، واقعا به هر ایرانی یه قطعه زمین میدهیم. مگه میشه؟ ماموت جان مگه میشه آخه؟ تو همین یه دونه رو ثابت کنی من صبح برمیگردم ایران. این تن بمیره. همین یه دونه رو به هر ایرانی، هر خانواده‌ای 1000 متر زمین ویلایی بدی، من اصلا صبح برمیگردم ایران. میگم یک دونه حرف این آدم درست در اومد. من عذرخواهی میکنم از کل ملت ایران. به جان حسینی، میدونم کشته میشم ولی برمیگردم. فقط میخوام به مردم ایران ثابت کنم تو چقدر دروغگویی. همین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاتحه. حسین رونقی، امدادگران بازداشت شده در آذربایجان شرقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یعنی امدادگرا رفتن به کمک زلزله زدگان، اینا رو گرفتن، کتکشون هم دارن میزنن چرا کمک کردین دیگه. واقعا درست میگن، عجیبه واقعا. ویلکام تو ایران. ایوب پرکار در میان زندانیان مواد مخدر است. ایوب پرکار یک خلبان اخراجیه، یک فرد سیاسیه که گرفتن و در بین زندانیان مواد مخدر گذاشتن که اگه فرصتی شد اینا به یکی از اینا بگن که خیلی ساده. اتوبان سطح 3 طبقه شد. حالا طبقه یکش اشکال نمیده، اون طبقه زیر چه میکشه از روی اینکه 2 طبقه روشن؟ ما همین یه دونه مشکل داشتیم که تو کشور که بعد اتوبان 3 طبقه میشد که خدا را شکر شد دیگه. اون موقع که ما تو ترافیک گیر میکردیم که رد چیم برسیم به شبکه، الان دیگه خداشکر همه میریم میاییم. سایت ملی مذهبی ها، افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، گفته است 4 ماه در زندان شکنجه شدم. میگه کابل میزدن کف پامون، کتکمون میزدن، با لگد گروهی میزدن، چند تا دندم شکسته. این افشین اوسانلو فکرم توی تیرما گرفتنش. این برادر این آقای اوسانلوه که حالا اون برادرش قرار بود کلا 900 سال تو زندان همینطور میمونه. خانوادگی دارن میگیرن دیگه. متاسفیم آقای افشین اوسانلو. مرسی از سایت ملی مذهبی ها. چون این خبر مال حزب کمونیست کارگری است. ملی مذهبی ها میذارن، تشکر کردم که خوبه دیگه، که باید همه رزت دیگه. محکومیت 3 شهروند بهایی به 9 سال حبس تعزیری در سمنان.
حالا یه چیزی هم که هست اینه که تو لس آنجلس هم پیچیده که آره این حسینی فکر کنم از این بهایا پول میگیره داره تبلیغ میکنه. حالا یه نفرم پیدا شده که از تمام تنوع مذهبی و سیاسی گروه های سیاسی داره حرف میزنه، از این انگ ها میچسبونن. عاملین جمهوری اسلامی فکر کنم اینجا هن، یه سری هم اینجا هستن که خودشون میفهمن چی میگه، معدودن ولی هستن دیگه. حالا ما میخوایم خبر حقوق بشری داریم میخونیم، ما پول گرفتیم. این بهایای عزیز قربونتون برم، اگه پول دادین اعلام کنین لطفا. از دراویش گنابتی که پول گرفتیم، از بهایا که پول گرفتیم، از مسیحیام که پول گرفتیم. رضا پهلوی که نمیدونی از اون 400 تریلیارد دلاری که باباش آورده بود به ما داده. جون خودم نمیدونم دیگه. کروبی هم که از زندان همینطور زرت و زرت داره پول واسه ما میفرسته. میر حسین هم که همینطور. سایت ملی مذهبی هم که داریم خبرشون میخونیم که اون خدا بیامرزه صحابیا احتمالاً از اون دنیا دارن واسه ما پول سند میکنن. نمیدونم میفرستن دیگه. آقا من تو این برنامه دارم یک کار جالب میکنم، دارم به مردم میگم هر سایتی هر تلویزیونی از همه حرف زد اون مردمیه. اینو فراموش نکنید، از همه، مگر گروه های سیاسی. گروه سیاسی میتونن از هم حرف نزنن، ولی کسی که میگه من مال هیچ گروه سیاسی نیستم باید بغل رضا پهلوی هم میرسن موسوی حرف بزنه، بغل درویش گنابادی و بهایی باید بیاد از مسیحی حرف بزنه. اینا از هم جدا شد یعنی مردمی. ویلکم تو امشو. حکم احسان الله امانیان درویش گنابادی صادر شد. 50 ضربه شلاق، 5 ماه حبس و 1 سال تبعید. از درویش گنابادی است که حکمش هم قشنگ داره اجرا میشه. 50 ضربه هم باید شلاق بخوره. در ضمن حکم 1 سال حبس علی رضا روشن هم عرضم بود شما که مورد تایید قرار گرفت و ایشون هم از درویش گنابادی است. سید محمد حسینی مجری درپید افتضاح لومپن که از ایران در نمیخواست بره، با لگد در دادیمش. حالا هر چیزی که میگه میگه. کلاهبردار بزرگ در 4 کشور جهانی، مریخ را فرو، هرچی گفته است که من طرفدار شیخ کروبی هستم. آقا خیلی ساده مختصر یه بار برای همیشه، من 100% یعنی 90% که با کروبی موافقم، چون کروبی الان که این جمهوری نه جمهوریه نه اسلامیه، یعنی رسما اینو گفته. و این اصلاح طلبها همین آقای کروبی و همین آقای میر حسین موسوی در از همین ستارخان باقرخانن. چی میگه شما؟ حالا تو زندانن دیگه، حتما باید کشته شن بشن ستارخان باقرخان، زحمت کشیده دیگه، آدم پول و مقام گذشته دیگه. من نه این بعضی از این آدم هاست هم در لس آنجلس که اونجوری حرف بزنن، نه من اعتقاد دارم که در آینده ایران اصلاح طلبان نقش بسیار مهمی رو ایفا خواهند کرد، همان این که رضا پهلوی هم خواهد کرد. و چند تا گروه سیاسی اینجا هستن که آدمای خیلی خوبی هستن، اینا میتونن دست به دست هم بدن یک کشور خوب و درست و قشنگ واسه ما درست کنن، همه ما هم لذت ببریم. منم برگردم تلویزیون خودم و شومنی خودم. قربونت برم. غزلیات حسینی. ما سنگ پرست بت پرست مرده پرستیم، ما مرده پرستیم به خدا مرده پرستیم. کروبی اگر زنده بماند که نجس است، گر مرده شود هیکل او را بپرستیم. چون باد بیاید وفادار به اسلام، چون باد به چرخت همگی کفر پرستیم. شب تا به سحر داخل میخانه خوریم خم، حافظ چو خورد می همه شلاق به دستیم. هورا کشیم بهر مصدق همه یک جا، روز دیگر از صبح به شب شاه پرستیم. یک روز طرفدار حسینیم مضاعف، پول گر بدهد شمر همه شمر پرستیم.
یک روز طرفدار حسینیم مضاعف، پول گر بدهد شمر همه شمر پرستیم. خاموش حسینی که در این دار مکافات، ما لایق آنیم که آن را بپرستیم. هرگز نکنیم دور ز خود هیچ خرافات، ما سنگ پرست بت پرست مرده پرستیم. از غزلیات حسینی بود، دقیقاً 47 دقیقه پیش گفتم. تقدیم شما بینندگان عزیز ارجمند از برنامه ام شو، Welcome to ام شو. بینندگان عزیز ارجمند، دو مهمان بزرگوار به برنامه ام شو تشریف آوردن، ازشون سوالایی خواهیم پرسید. آقای کروبی، خیلی خوش اومدید به برنامه و متشکریم که دعوت ما را پذیرفتید، و همینطور شما پرزیدنت مهندس دکتر محمود احمدی نژاد. هر دو بزرگوار 10 دقیقه فرصت دارید که حرف بزنید، فقط شما آقای احمدی نژاد 10 دقیقه گنده تره و میتونید که حرف بزنید. شما آقای کروبی حرف نمیزنید مگر بر علیه خودت، اون وقت ما اجازه پخش به شما میدیم، ولی اگه قرار باشه حرفی بزنی، خدای نکرده بخوای رئیس جمهور بشی، هم هاشمی ناراحت میشه و خودتون هم میدونید، هم محمود ناراحت میشه، هم کل نظام، چون شما کلن لوری و لورا چون بسیار آدم های شهامتداری هستن خطرناکه. شما بر علیه خودت میتونی حرف بزنی و بر علیه ایشون نمیتونی حرف بزنی. ما اجازه پخش، من به خدا من مجریم، دست من نیست. شما اینطوری باشه نمیتونیم پخش کنیم، دروغ هم نمیشه گفت. خب اولین دفاع رو خواهش میکنم که اجازه بدین آقای کروبی از خودشون بکنن. خواهش میکنم آقای کروبی بفرمایید. اولین شرط، وقتتون تموم شد آقای کروبی. عزیزم خیلی وقت دادم الان دیگه، همین الان صحبت کردین، 2 ساعت میخواستین صحبت کنید دیگه، چه فرقی میکنه؟ وقتتون تموم شد. شما حالا آقای احمدی‌نژاد بفرمایید حرف بزنید. قربونت برم، قربون دست بابای بلورید برم. السلام هانی بیبی ویلکام. وجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. من مجددا سلام میکنم به ملت بزرگ ایران. آی دکتر، شما 7 ثانیه و 9 ثانیه صدم ثانیه کلن استفاده کردین. آقای کروبی شما 45 دقیقه استفاده کردین، کلن 2 دقیقه دیگه شما وقت دارین، ایشون 9 ثانیه استفاده کرده، شما تا صبح وقت دارین، شما ندارین. آقای کروبی، شما آیا در جریان بودید که آقای احمدی نژاد رو در آمریکا میخواستن بدزدن و عرضم حضور شما که جای نخبه ها؟ آخه حسابی تو دنیای، کتابی تو دنیای، اینجوری نیست که همینطور آمریکا بخواد کسی رو بدزده و ببره اون محاسبات خودشونو بکنن، منافع ملیشونو بکنن. من یک بار رفتم آمریکا، همین که اشاره کردم، اوضاع ایرانم با آمریکا بیشترین حفاظت من داشته. متشکرم. آقای دکتر احمدی نژاد، شما بفرمایید که چرا مردم دوست دارن که با این تورمی که وجود داره اینجوری بزنن تو دهنتون و حساس شدن، و اصولا کیا میخوان که شما رو جر بدن؟ کلن اصلا چند نفر یعنی کیان؟ امام هم همینو خواست، رهبری همینو خواست، همه ملت همینو میخوان، تاریخ ما اینو میخواد، اسلام هم همینو میخواد. اجازه بدید آقای کروبی، مردم سوال میکنن که از آقای کروبی بپرسید عرق سگی بخوریم بهتره یا دروغ بگیم؟ بدترین گناه دروغه. نمیگه بدترین گناه مثلا میگساریه، نماز نخوندنه. جدا؟ یعنی ما حتی میتونیم عرق سگی بخوریم، یعنی عرق سگی بخوریم بهتر از اینه که قیافه نحس ایشونو به هر کی دروغ میگه؟ من منظورم شما نیستید، به حال اینجا مناظره است و ایشون داره به شما تیکه میندازه، ولی منظور به هر حال پس میشه. بله. خواهش ما آقای کروبی بفرمایید. میگن به دستور حضرت عالی 40 میلیارد تومان وام دادن به آقای چیز، به آقای مسعودی. کی هم پول داره؟ شما که میرید میگه 1 میلیون 2 میلیون وام مردم بهتون نمیدن، یه هم حیا میکنن، میگن مدرکش هم زنده، اساسش هم زنده. خب ما نمیتونیم اسم ببریم. همون که خودتون تایید کردید که اطلاعات غلط بهتون میدن. یه موردش رو شما فقط اثبات بکنید، بقیهش بمانه.
شما گفتید من 40 میلیارد تومان وام به دستور من به آقای محصولی داده شد. بدید دستگاه قضایی گزارش دارم. اینجوری که نمیشه که آقای کروبی. اینجوری که میدونید این بازی های تبلیغاتی. یک ریال اگر آقای محصولی از یه بانکی وام گرفته همش مال آقای کروبی. آقای احمدی نژاد این یه ریالو که معلومه که میدین. ایشون دارن آقای کروبی دارن سوال میکنن که این 1 میلیارد دلار چی شد؟ صحبتشون سر 1 میلیارد دلاره که تو شهرداری شما دزدیده شده و چند صد میلیارد تومان که هپلو شده این وسط. بنویسید مردم میشنوند. اگر آقای محصولی در عمرش 1 ریال از هر بانکی وام گرفته یه جا مال آقای کروبی و تیمش. همش. آقای دکتر قربون شکل مادرم 1 ریالو ما میدونیم شما میدید. نمیخوایم قسم 1 ریالو نخور. ما میگیم ایشون منظورش اینه که 1 میلیارد دلار چی شد. 1 میلیارد دلار شما تو اون تاریخ خیلی رقم بالاست آقا. همش مال آقای کروبی. همین 1 دونه رو داشته باشید شما تا بقیهش. آقا نمیخوایم اون 1 دونهش هم مال خودت. ما نمیخوایم تا 1 دونه چیز پیدا میکنن که حواله به اینو نمیدن که مال خودتونه. ما 1 میلیارد خوردین و شجون 1 دونهش هم مال خودت. بساطی واقعا. من تعجب میکنم شما میگی بله شما میگه 1 طرفه میدی من نیستم. سب کن آقا سب کن. آقای کروبی شما گفتید که ایشون 1 طرفه میده من نیستم. آقای باید روشن بشه. ما همطور واقعا گیج موندیم که چکار کنیم. از یه اطلاعات رو هم تو پشت سر هم اهل نظر شما خیلی رو کنید. ما اصلا میریم از گاریچی ها بگیری. هیچ کی اصلا به کار خصوصی شما کاری نداره دکتر. شما راحتی شبه کاری دارید بخواد بکنه. دموکراسی کشور. ایشون هم اگه حرف بزنه باش درگیر میشن. مثلا ایشون ربطی نداره شما دارید چیکار میکنه شبا. همینه که ما بیایم به شما که عرض کنم واقعا یه فکر کنیم. من حتی از دولت ایشون افرادی رو قبول دارم که بیا بره همینا رو بررسی کنه و افرادی دیگه هم کنارشون بذاریم از همه قوه قضاییه بره بررسی کنه ببینه اینا واقعیت داره واقعیت نداره. من آقای چیز هیچ کس رو متهم نمی کنم به فساد. من میگم آقای کروبی شما که نیروی انقلاب هستی از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفت؟ آقای دکتر چتپت نگو گوش بده. ببین حاج آقا چی میگه. حاج آقا داره حرف میزنه شما همین میپری واسه یه چیزی میگی. سیاست خارجی جناب عالی. جناب عالی میفرمایید سیاست خارجی ما قوقا کرده. آقای کروبی عزیز شما میدونید که در سیاست دیپلماسی خارجی هر کی تو بغل بیشتر فشار بده یعنی این دوتا به هم نزدیکیشون یعنی نزدیک شدن دیپلماسیشون به هم نزدیکتر شده. شما ببینید این حیات خلوت حضرت علی جناب با آقای صدام با آقای اوباما کار درست هم کنه. چون بغل گرفته صدام داره فشار میده تو فشاری که به شما داده اون فشار بیشتر. صدام اوباما رو بغل کرده؟ نه خیر آقای چاوز. محمودی جان چرا نمیفهمی مطلبو؟ صدام چی؟ آخه چه چرت و پرت میگه عزیزم؟ ایشون داره میگه چاوز شما رو طوری بغل کرد در آغوش گرفت که قبل از شما هم بوش هم تو آغوش گرفته بود. تازه فشاری به بوش داده به تو نداده. به بوش درست میگم میگه. وقت منظور آقای کروبی اینه که بوش این همه چاوز اونو فشار داده بوش گول نخورده به شما اصلا یه ذره فشار داده شما کل کشور رو تحویل دادی به چاوز. اشکالم نداره. من میخوام بگم اون منافع ملیشه چه خلوتی شده برای ما. اون منافع ملیشه که با شما بشینه با صدام بشینه با اوباما بشینه با دیگران همه بشینه. عکسای فراوانی داره اینجا که حالا من هم عکسار ارائه میدم خدمتتون. به هر حال این قسمت اول مناظره این دو بزرگوار بود. مناظره بعدی بین آقای محمود احمدی نژاد و خود محمود احمدی نژاد اتفاق میفته در امسال. یعنی خودش علیه خودش با هم صحبت میکنن و احتمالاً خود جفتشون برداشته خواهند شد. اینطور که بوش داره میاد. متشکرم که برای من نگاه کردید از امشا. حسینی بیان شاتو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. علیکم السلام و تبارک الله. احسن به شما. سلام علیکم. خسته نباشید. امشای خودمون آغاز میکنیم. حرامزاده پدرم میگه توت ماهیا ببین که چجوری این ازون برون کسافت حرامزاده بوده ما نمیدونستیم مسلمون نبوده و حرام بوده خوردنش. البته پدرم میگه این ازون برون
پدر وقتی ناراحت میگه که با وجود سگمایی تو دریا من نمیدونم این اوزومرون گیر دادم این اوزومرون ازن سگمایی باز اقلا سگ میگه نجس زیاده این نمیدونم چیزی که و پدر چون اهل دینگلو بوده و خیلی حساس بوده که به من فشار آورده گفته انشالله راجبه اوزومرون بگیم. بعد پدرم میگه که همین اوزنبرون خودش ناراحت بوده همیتی میرفته توی این دریا توی خیابونه دریا رد میشده اوقیانوسا بعد این همسایه های حیوان ها و ماهی ها همهش توف میکنن توی چشش بودن ای کسافت تو مسلمون نیستی و همه تو خارج میگن شما حرومی و اینا و همین عشق میریخته این اوزنبرون ناراحت بوده عشق میریخته و اینا تا خلاصه هلال شد. پدرم میگه تا هلال شد آقا این ماهی ها ریختن تو دریا بعد به این اوزنبرون بیادبخت گفتم آقا ببخشید ما نمیدونستیم اون ته شما یه چیزی چسبیده یه پوله که اون ته شماست. اوزنبرون گفته پس ببخشید میخواستیم من لخت مادرزاد تو این دریا راه برم شما ببینید ته ما یه چیزی چسبیده یه دونه کلا پولک با ته ما چسبیده ما خودمونم ندیدیم انقدر اون عقب بوده ما خودمونم اوزنبرون میگفته ما ندیدیم. بعدش هم اوزنبرون اون موقعی که حیران بوده همیشه میگفته که شما توجه کنید نگاه کنید ما ای کاش خدا ما اوزنبرونا رو خرمایی میافرید که هیچی نمیفهمیدیم این خر میومده میرفتیم این دریا کسی هم نماره میخورده نه چیزه. تازه اوزنبرون ناراحت میشه میگه شما برای چی به من تبریک میگه همه ما چش میکردن که هلال شده دیگه. بعد اوزنبرون ماهی اوزنبرون میگه چرا به من تبریک میگه ما قبلا ما نسلمون داشت ادامه بده میگه از وقتی ما هلال شدیم همین زرت زد ما رو میکشن. تازه اوزنبرون میگه من مسلمون ننه من مسلمون بوده چون حالا حلالن دیگه. بچه دو سالش که تازه مسیحی شده میگه چرا اینو میکشن. بعد آخوندی گفته که نه خیر این چون مسلمون بوده الان مسیحی شده مرتد قتلش واجبه انداختن تو مایتو بچه دو ساله اینه خوردن. پدرم میگه به هر حال دنیا خیلی عوض بدل شده حتی پدرم میگه عادی این خرماهی فقط تو جز ماهی ها نیست ما خر مثلا موجودات خری هر چی به این خره نمیدونه به هر چی میشه به آز و راحته خیلی خوش میگذرونه و کیف میکنه و اینا ولی خیلی مشکلات داره. حالا پدرم میگه که ما تو این چیزه یکی از چیزهایی که پدر من میفهمه هیچکی نمیفهمه خیلی مهمه اینه میگه شما توجه کنید همه چی تو ایران برعکسه مثلا تو این دریای خزر ها این خزر یه جزیره کوچیکه دیگه که توی قاره آفریقا این هم انگلیسه که اینا میگن. بعد میگه تو دریای خزر ماهی آزاده عجیب نیست اصلا دریای خزر را به جای نداره آزاده که یعنی ماهیش آزاد بشه هر کی اسیره میگن مثلا حصر خانگیه میگن آزاد یارو توجه کنید خیلی جالب آره. پدرم میگه همین ماهی که الان بهش میگن ایرانی ها میگن ماهی آزاد بندازی تو اقیانوس یا کپره یا کپوره یا هیچ چیزی کوفته بجاز آزاد و آزاد نیست. و به هر حال من گفتم خدمت شما بگم که اوزنبرون میگه من از وقتی این هدف میکنه یارانه شده خدا را شکر مثل که نسلشون اضافه شده چون این خانواده فقیر بدبخت متوسط که دیگه نمیتونن اوزنبرون بخورن این ثروتمندا میخوردن. حالا میگم این هدفمند کردن یارانه شماره دو ها نمیدونم دهک دو دهکت به دهکت به دهکت نمیدونم میگه اگه اون انجام بشه شما مطمئن باشید که حتی دیگه خرمایی هم دیگه کشته دیدریا نمیشه و همین خاطر یارانه ها هدف انشای این بود که یه هدف من کردنی یارانه ها به نسل اوزنبرون خدمت بزرگی تموم شد اوزنبرون میگه کلا یه ذره ماهی بود یه عرقسگی شدید میخواستی چقدر بمونه میگه تو هرچه میدونی چرا سکوت کرده؟ نه خیر برای اگه اصلا نفهمیدم چی گفتی برو بی. خیلی ممنون. بیا تو بینم صاف وایسا باشه سوال میکنم جواب بده دیگه واقعا داری منو نابود میکنی یا واقعا عصبیم کردی عزیزم. یک ذره مسئله خیلی ساده است به سیاستم هیچ ربطی نداره و دیگه خیلی راحت میتونی بگی باشه بفرمایید. دی چی اولشو دارم میگم دی دیوانه چون محمودی ببیند خوشش آید. احمق جان
چرا دقت نمی کنی؟ اون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. محمود چی دیوانه است؟ آخه محمود اصلا مخ داره که دیوانه بشه؟ درسته. یارو بعد اول مخ داشته باشه بعد دیوانه شه. بله ولی خب هنوز این مسئله جزئی رو نمیدونی؟ نمیفهمم احمقم. ولی خوب مخ میزنه ها. ما کاری نداریم مخ کیو زده. شما چرا فکر می‌کنید ایشون مخ رهبر رو زده؟ خودش دیدیش. نه آقا جان ایشون اصلا خود رهبر از ایشون میترسه. چرا متوجه نمیشی عزیزم؟ واقعا؟ بیبه. بلش کن آقا. ای میگم سیاسی نکن. بریم. دیو چو بیرون رود حسینی در آید. حسینی؟ آخه بزنم تو دهنت. فکر نمی‌کنی که فکر می‌کنی یعنی من ملت ایران نشستم ببینم که تو کی میای؟ بری. آخه به این به به چه چه ها توجه میکنی ابله؟ دو ثانیه بعد همچین ولت میکنن که با مخ میخوری زمین. فکر کردی مردم میگن آفرین حسینی با این امشو یعنی خیلی خوبه؟ آخه بزنم تو اون چشه؟ دقت کن عزیزم خیلی ساده از یک ذره مسئله پارسیه. بیر چشم. دیوار کوتاه‌تر از این ملت پیدا نکرده مموتی ابله. آقا جان چرا سیاسی میکنی عزیزم؟ چرا سیاسی میکنی؟ چرا به کروبی فش میدی؟ من کروبی فش دارم؟ من که عاشق کروبیم. چه چرتبت میگی شما همه؟ خب منم همینه میگم چون تو با کروبی موافق بودی الان به این دربدری رسیدی که آخه از این بابا از چیش خوشت میاد؟ از اون دندون مصنوعیش خوشت میاد؟ ببخشید خیلی ها دندون طبیعی داره هنوز زر میزنه مثل این محمودی. حالا این مسئولیش شما چسبیدید. آقا ول کن آقا. آقا ول کن. اصلا ما چرا بحث کروبی کار نداریم آقا جان. بزنم دهن محمودی. دقت کن عزیزم. یک ذره مسئله فارسیه. فوش بدی کروبی. دیوار موش بیرون بود حجاب رعایت نکرده دامن کوتاه پوشیده احمق کثافت میره بیرون همه جاش هم معلومه. خاک به دیوار. آی خدا من چی بگم آخه مگه دیوار دامن ما اصلا دیوار دامن کوتاه داریم آخه حرف میزنی چرا منو عصبانی میکنی چرا یک ذره مسئله ساده رو همچین میتپانی تو سیاست ما شنیدیم دیانت ما این سیاست ماست نشنیدیم ذره مسئله ما در تپاندن در سیاست ماست که ما کی چرا نمیفهمی عزیز من بگو ببینم کدوم دیوار دامنش کوتاه دیوار اوپن دامنش کوتاه آخه ابله اون یه چیز دیگه است اون آشپزخانه اوپنه چرا نمیفهمی شما گفتی دیوار موش بیرون کشتی منو واقعا یک ذره مسئله ساده است دیگه آقا دیوار موش داره موشم دیوار موش داره موشم جیش داره دیگه بدبخت مونده پشت دیوار دیوار خراب شه بره شوره گم شه بیرون که تو اصلا مثل که متوجه نمیشی این یک ذره مسئله الان موش جیش داره یعنی تو بگونی که مثلا این مثلا تو این وسط ذره مثل تا رسیدیم به ذره مثل حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت حالا وسط ذره مثل موشه جیش داره برو کم شو بیرون به محمودی چرا بیا تو بیا تو بفهم بد باره بیرون باشی. دیوار موش داره موشم گوش داره موشش گوش اگر پشت سر جمهوری اسلامی حرفی بزنی ببین بلای سرت میاریم که یادت نره فهمیدی چی شد؟ بیرون برو کم شو بیرون چشم. همین بغل دست تو بیا تو بیره. همین امیر شهرتی وارتان معلوم نیست با ما باشه یا نه نه بابا اونا با منن چرت بد نگو بابا خاک به سر نمیشه که فکر کنی با تو ان برو گم شو بیرون با منن همش فکر کنی با تو ان با تو ان عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست و برنامه دیگر از ساعت 12 شب به افق تهران البته یادتون باشه از 11 بعد نگاه کنید ساعت ها نمیدونم تغییر کرده یا نه فکر کنم 10-15 روز دیگه تغییر کنه من نمیدونم ولی یا 11 شب به افق تهران یا 12 چون ما هنوز ساعتمون عوض نشده ایران عوض شده چهارشنبه راست ساعت 7:30 یا 6:30 یه ساعت چکاپ کنید و پنجشنبه ها راست ساعت
بازم فکر میکنم 10 صبح یا 9 صبح به وقت. اگه شما فهمیدید منم فهمیدم. بدرود. این که امیر پول مردم رو بخوری قماره. همین چی شد؟ Welcome to 22. Welcome to M-Show. 22 چرا؟ 23. بگم 23 بگی دبر نا عمرن. 22. 23. تو احزون از ملابه تو قدر خود نمیدونی چه هاست اگه شیر پلنگی ای دل ای دل به ما دایم بجنگی ای دل ای دل اگه شیر و پلنگی ای دل ای دل به ما دایم بجنگی ای دل ای دل نکن کاری که بر پسنگت بایا جهان با این فراخی تنگت بایا چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت آیو سان کما بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش نه درویشی در آنجا بی کفن و نه دولت من برد از یک کفن بیش مگه شیر و پلنگ ای دل ای دل ای دل به ما دایم بجنگ ای دل ای دل ای دل مگه شیر و پلنگ ای دل ای دل ای دل این به جنگ ایدل 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 از اون روزی که ما را آفرید به غیر معصیت چیزی ندید خداوندا به حق 8 و 4 ز ما بگذشت و تردیدی ندید